سلام دوستان، در این ویدیو قصد دارم در رابطه با نقش‌های مختلف یک کلمه و در واقع معانی مختلف یک کلمه صحبت کنم. دقیق بفرمایید دوستان، گاهی اوقات شما یک کلمه رو در یک کتاب مثلا در زمان دبیرستان یا راهنمایی یا در دانشگاه یک کلمه رو به یک معنی خاص خوندید، اما دوستان تصور نکنید که اون کلمه فقط میتونه همون یک معنی خاص رو داشته باشه. کلمات در زبان انگلیسی میتونن معانی خیلی مختلف و خیلی متفرق و گاهی اوقات معانی خیلی بی ارتباطی حتی داشته باشن. خب در زبان فارسی هم گاهی اوقات همینطور هست، مثل کلمه دام که هم میتونه به معنی تله باشه و هم میتونه به معنی مثلا حیوانات خانگی و حیوانات اهلی مثلا باشه، یا کلمه شیر که معانی مختلفی داره. در زبان انگلیسی هم همینطور هست و این مسئله در زبان‌های مختلف وجود داره، مختص زبان خاصی نیست. اما دوستان برای ما مهمه، بسیار برای ما اهمیت داره دوستان، که معانی اصلی کلمات پرکاربرد رو بدونیم. این خیلی اهمیت داره دوستان. بعضی از کلمات خیلی برای ما مشکل ایجاد نمی‌کنه، اما یه سری کلمات هستن که باید با معانی مختلفشون رو بدونیم، با اونها آشنایی داشته باشیم و حداقل حدود معناییشون رو بدونیم چیه. در اینجا من چند تا مثال رو آوردم که نشون بدم این مسئله چقدر اهمیت داره و چقدر تفاوت میتونه ایجاد بکنه. خب دقت کنید دوستان، در جمله اول they act professionally. پس اینجا کلمه act رو در نظر بگیرید دوستان. و در جمله دوم this is an international act. خب دوستان، act در جمله اول یک فعل هست به معنی نقش بازی کردن، یعنی اونها professionally، اونها به طور حرفه‌ای نقش بازی میکنن، یک فعل هست. در صورتی که در جمله دوم act، ببینید an international act یک act بین المللی، در جمله دوم دوستان act یک اسم هست به معنی آیین نامه یا قطعنامه یا قانون میتونه باشه. پس دوستان ببینید چقدر تفاوت وجود داره، بازی کردن، بازیگری کردن، نقش بازی کردن، و از این طرف به معنی آیین نامه یا قطعنامه یا قانون. این یک قانون بین المللی است. ببینید چقدر تفاوت وجود داره، دو تا اکت با دو تا معنا و دو تا نقش کاملا متفاوت، یکی فعل جمله، یکی یک اسم. بنابراین دوستان به این که فقط اکت رو به یک معنی مثلا یاد گرفتید اکتفا نکنید، سعی کنید حتی اگر معنی اون کلمه رو هم نمیدونید دوستان سعی کنید حدس بزنید معنیش رو که توی این جمله اکت حالا چه معنی رو داره میده. خب اما دقت کنید دوستان، میرید سراغ کلمه پیشنت در این دو جمله. خب در جمله بعد We are supposed to be patient. Supposed to دوستان یعنی مورد انتظار بودن. وقتی میگیم we are supposed to یعنی از ما انتظار بوده. اینو در بخش لغات و همچنین در بخش speaking توضیح دادم دوستان. پس we are supposed to یعنی از ما انتظار بوده. مثلا من اگه میگم I am supposed to یعنی از من انتظار بوده. خب یا you are supposed to یعنی از تو انتظار بوده. Ali is supposed to یعنی از علی انتظار میره. خب پس we are supposed to یعنی از ما انتظار میره. To be patient باشیم، چی باشیم؟ صبور باشیم. بله دوستان، patient در جمله سوم به معنی صبور هست. اما در جمله آخر this physician، دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمی‌کنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج‌های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.